نمیتونم صبر کنم تا ببینم داستان این دفعه چیه. منم دیگه نمیتونم صبر کنم. منم عاشق شنیدن داستان امروز از کتاب مقدس هستم. پس بریم ببینیم داستان چیه. سلام بچه ها، من ساناس هستم و خیلی خوشحالم که با یه داستان دیگه از کتاب مقدس پیش شما اومدیم. سلام من شهرام هستم. حاضری با هم بریم تا داستان رو بشنویم؟ پس به ما کمک کنید تا در صندوقچه رو باز کنیم. پس با هم دیگه شعر رو میخونیم. بله، صندوقچه رو باز میکنیم، نشونه رو در میاریم، به داستانش خوب گوش میدیم تا که خدا رو بشناسیم. وای بذار ببینم این تو چی داریم؟ سنگ داریم ساناز، اینجا سنگ هست. این چیه ساناز؟ این فلاخونه. فلاخون چیه؟ باهاش تو زمانای قدیم سنگ پرتاب میکردن. واش این ناش به نظرم یادت چی میندازه منو؟ منو یاد داوود میندازه. یه چیز دیگه انگار بود. بذار ببینم. آره یه بخچه غذا. دیگه مطمئنم که داستان امروز ما درباره داووده. بله بچه ها، داستان امروز در مورد داووده. پس کتاب مقدسامون رو باز کنیم تا ببینیم کلام خدا در مورد داوود و جولیاد چی به ما گفته. به 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 کتاب رو وا کنم. به 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 بچه ها، در اون زمان داوود کارش این بود که از گله پدرش مراقبت میکرد. اونا رو به چراگاه های سرسبز میبرد تا علف های تازه بخورن. اون همیشه از گله به خوبی مراقبت میکرد و داوود از این کار خسته نمیشد. وقتی یکی از بره ها گم میشد، اون میرفت اونو برمیگردون به گله. بعضی وقتا شغال ها و خرس های گرسنه به گله حمله میکردن و میخواستن که گوسفندا رو بخورن، ولی داوود از گله خودش مراقبت میکرد. یه فلاخون داشت که از اون استفاده میکرد تا حیوانا رو نابود کنه. به خاطر اینکه داوود بلد بود با فلاخون خودش کار بکنه. یه روز که برادران داوود به جنگ رفته بودن، پدر داوود به اون یکم غذا داد و گفت اینو به برادرش برسونه و مطمئن شه که حال اونا خوبه. پس داوود غذا رو گرفت و به سمت اون جایی که جنگ بود و برادراش بودن اونجا به راه افتاد. بچه ها، وقتی که داوود به اونجا رسید، یه مرد مبارزی رو دید که خیلی غول پیکر بود. این شخص فلسطینی بود. این مرد حدود 3 متر قدش بود و با چوب دستی و نیزه‌ای که در دستش بود مردم رو میترسون. اون هر روز با افتخار راه میرفت و میگفت کجاست اون قهرمان اسرائیل که میخواد با من بجنگه؟ اگه جرأت داره بیاد جلو. میگه 3 متر قدش بوده. واو، خیلی بزرگ بوده. خب مردم حق داشتن ازش بترسن. دقیقاً همینطوره و به خاطر همین هیچ کس جرأت جلو رفتن نداشت، چون همه از اون وحشت میکردن. ولی وقتی داوود اونجا رسید، جولیاد هنوز هم داشت حرفای خودش رو تکرار میکرد. پس داوود پرسید این فلسطینی کیه که سپاه خدای زنده رو اینجوری میترسونه؟ بذارید من برم با اون بجنگم. بچه ها میدونین سربازا چیکار کردن؟ سربازا همه شروع کردن به داوود خندیدن و مسخره کردنش. خب آخه حق داشتن. داوود یه نوجوان خیلی ضعیف بود و کسی توقع نداشت که اون بخواد با جولیات بجنگه. حتی شاول هم به داوود گفت تو فقط یک پسر بچه هستی، چه شانسی در برابر این جنگجوی قوی داری؟ داوود به پادشاه جواب داد من با شیر و خرس که به گوسفندام حمله میکردن جنگیدم. اون موقع خدا با من بود. الان مطمئنم که خدا با منه. پادشاه به داوود گفت برو خدا با تو باشد. و بعد شاول لباس جنگی خودش رو به تن داوود کرد، یک کلاه خود هم به سر اون گذاشت و زره به تنش کرد. داوود شمشیر شاول رو به کمر بست، ولی دو سه قدم هنوز نرفته بود که دید نمیتونه با این لباس حرکت کنه. پس به شاول گفت من با این لباسا عادت ندارم. پس اونا رو از تنش در آورد، بعد چوب دستی خودش رو به دست گرفت و سنگهای صافی از زمین برداشت، توی کیسه چوپانیش گذاشت و رفت به سمت جولیات. وقتی جولیات داوود رو دید، خندید و اونو مسخره کرد. این قهرمانه؟ ولی داوود به اون گفت امروز خدای من توی این جنگ پیروز میشه. اون موقع همه میفهمن که در اسرائیل خدایی هست. بچه ها، داوود دست در کیسهش کرد، یه سنگی برداشت، داخل این فلاخونش گذاشت و شروع کرد به چرخوندن. چرخون پرتش کرد.
و این سنگ مستقیم خورد به پیشونی جولیات و نقش بر زمین شد. چه شگفت‌انگیز. خدا چطور از داوود استفاده کرد و داوود تونست جولیات رو شکست بده. بچه ها دیدین تو این داستان خدا چطور از داوود استفاده کرد؟ با اینکه داوود یه پسر نوجوان بود و همه فکر میکردن که نمیتونه جولیات رو شکست بده، ولی خدا از اون استفاده کرد. پس هر وقت احساس کردین که نمیتونین یه کاری رو انجام بدین، داستان رو به یاد بیارید که خدا به ما کمک میکنه تا ما پیروز بشیم. بله بچه ها، خدا همه ما رو دوست داره و نمیذاره که شکست بخوریم. پس بیاین این خدا رو شکر کنیم. خدایا شکرت که ما رو دوست داری، محبت تو به ما نشون میدی. مرسی که مثل داوود به ما کمک میکنی تا پیروز شویم. در نام عیسی مسیح، آمین. چقدر من این داستان داوود و جولیات رو دوست داشتم و چقدر خوبه که ما میدونیم که خدا نمیذاره ما شکست بخوریم و باعث پیروزی ماه. بله، باز هم میگم که کلام خدا پر از این داستانهای زیباست. بچه ها دفعه بعد با یه داستان دیگه از کتاب مقدس منتظرتون هستیم. به امید دیدار. خدا نگهدار.